سلام دوستان گلم، من بهنازم. تو این ویدیو میخوام آموزش دو روش نگهداری نخود سبز رو بدون اینکه رنگش تغییر کنه و یا مواد مغذیش از بین بره براتون بذارم. خب برای شروع کار نخود فرنگی یا نخود سبز رو توی ظرف خیلی بزرگ میریزم، خیس میدم تا کاملا ضد عفونی بشه. بعد توی آبکش میریزم و روش آب میریزم تا کاملا شسته بشه. میذارم کنار تا کامل آبش بره و خشک بشه. خب بعد از اینکه نخود سبزا کاملا آبشون کشیده شد و کمی خشک شد، نخودا رو از غلاف باز میکنم و دونه های نخود رو جدا میکنم. به این صورت همه نخودا رو پاک میکنم. بعد یه قابلمه آب میذارم روی گاز تا به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد نمک اضافه میکنم به آب جوش. نخودایی که پاک کرده بودیم، نخود سبزا رو به آب جوش اضافه میکنم. در قابلمه رو میذارم تا دوباره به جوش بیاد. از زمانی که به جوش اومد زمان رو در نظر میگیریم، دقیقا 3 دقیقه نخودا باید توی قابلمه بجوشه. کنار دستم یه ظرف بزرگ آب و یخ گذاشتم که بعد از 3 دقیقه نخود سبزا جوشید سریع اضافه میکنم به ظرفی که توش یخ هست. باید دقیقا 3 دقیقه هم توی یخ بمونه. این نکته مهمیه که رنگ نخودا کاملا خوش رنگ و شفاف و براق میشه. بعد از 3 دقیقه توی آب یخمون اونو آبکش میکنم و از صافی رد میکنم. اجازه میدم آبش کاملا کشیده بشه. بعد از اینکه آب نخود سبزه کاملا کشیده شد، اونا رو میریزم توی کیسه های زیپ کیپ. کاملا درشو محکم میبندم تا هوای اضافی نداشته باشه و میذارم توی فریزر. برای روش دوم که روش کنسرو کردن همون روش قبلی رو انجام میدیم. اجازه میدیم آب بجوشه. 3 دقیقه نخودا توی آب میجوشونیم. بعد 3 دقیقه توی آب یخ قرار میدیم. بعد از 3 دقیقه توی آب یخ مون میریزیم توی صافی و اجازه میدیم آبش کاملا کشیده بشه. توی ظرف شیشه‌ای که با در فلزیه نخودایی که از آب کش رد کرده بودیم و آبش کشیده شده توی شیشه میریزیم. کاملا پر میکنیم شیشه رو. یه قاشق نمک میریزم روش و آب جوشیده‌ای که سرد شده اضافه میکنم و تا حدی که شیشه پر بشه آب اضافه میکنیم و در شیشه که فلزی بود کاملا صفر میبندیم. بعد شیشه رو داخل یه قابلمه به صورت برعکس میذارم، آب اضافه میکنم، اجازه میدم تا بجوشه. حدودا 20 دقیقه زمان میبره تا نخود سبز پخته بشه و کنسرو نخود سبز آماده بشه. امیدوارم این آموزش برایتون مفید بوده باشه.